بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، وقت بخیری حضور شما بیننده های خوب تلویزیون معراج به برنامه گزارشگر خوش آمدین و تشکر از اینکه همیشه بیننده این برنامه هستین. به سلسله گزارش هایی که در روزها و هفته قبل ما داشتیم، امروز آمدیم به شهر کنه، منطقه چهارسو و یکی از تیمچه های معروف و مشهور هرات، تیمچه حاجی غلام صدیق زیارت جایی. تیمچه هست که شاید شما هم سر زده باشین به اینجا، بیشتر سیمساری هست و کلا و اسکت و لونگی یا مندیل بگین و همچنان جای نماز به فروش میرسه و تعداد زیادی از دکانهایی که اینجا واقع شده خوشبختانه هنوز زنده هست و دارن فعالیت میکنن و میخواییم که سر بزنیم به دکانها و همچنان از خود تیمچه هم تصاویری داشته باشین. با ما همراه باشین. خب دوستان عزیز، طوری که گفتم داخل تیمچه هستم و میخوایم که برای شما تصاویر قشنگی از گوشه کنار این تیمچه داشته باشم. تیمچه هایی که در چهارسو واقع شده از گذشته تا حال، شغل هایی که وجود داشته هنوز هم فعالیت داره. پیشتر اشاره کردم که لونگی میفروشن یا مندیل بگین یا واسکت یا جای نماز یا هم سیمساری هست، اما به سبک قدیمی هنوز این تیمچه داره فعالیت میکنه و پابرجا هست. تیمچه غلام صدیق زیارت جایی از تیمچه های قدیمی هست، در کنار اینکه ما تیمچه دیگه هم داریم در منطقه چهارسو به نام تیمچه عبدالخالق نیازی هست. این معماری های قدیمی که در اینجا در حقیقت استفاده شده هنوز هم وجود داره و حتما شما تصویر مشاهده میکنین نوع ساخت و ساز دوکان هایی هم که در اینجا هسته. هر کسی که در گذشته به شهر هرات می آمد حتمی به این تیمچه سر می زد، چرا که هنوز به مو شکل قدیمی، مثال این کلاهای قدیمی هست، دستمال های قدیمی وجود داره، هم زنانه و هم مردانه، هر جنسی بگیم هست، جوراب هست، جای نماز هست، هر نوع چیزی هست. اینجا لحافت هست، اینجا لحافت هست ها دیگه، باز معمولا جیزی که میگیرن اینجا میان، اینجا میان لحافت هست، اینجا لحافت های دختر رنگ به رنگ، هر رنگی هست قشنگه، نام خدا رنگ های بسیار زیبایی. این تیمچه یعنی راه های ورودی زیاده داره، اگر خواسته باشم من برای شما نشان بدم اینا. خب باش که اگه اشاره بکنی اینا جای نماز هست، این دکان هم کمپل داره، پتو داره، یعنی اگر اشاره بکنم کرسی هم که اینجا گذاشته دیگه، اما صاحبی اونیه، مار که دیدن رفتن، صاحبی ها رفتن. خیلی خوب، باش که اینجا برام ببینم سکنم که با کجا راه داره. اینجا هم تیمچه هست، تیمچه، حالا جز همین تیمچه که من پیشتر اشاره داشتم. خب چند تا تصویر از داخل ببینین بعد با صحبت ها انشاءالله بکنم.
سلام علیکم، خسته نباشین. چقدر دکان قشنگه، همه چیز عالی اینجا میبینم، هر چیزی مرتب چیدمان شده. نه کلاهای قدیمی موردوزی، بعد با دست بافته میشه. خسته نباشید. زنده باشین. چی احوال دارید؟ شما خوبه؟ بخیرین. سلامت زنده باشین. سلامت. کرسی شما هم نام خدا دیگه؟ کرسی ما دیگه انانات قدیمی دیگه، ولی اونجا چون هوا سرده به اون خاطر بندازنید. بسیار خوب، بسیار خوب. گفتین که این کار دسته. اینو کار دسته، ولی سینا می خانوما اینا رو به دست میبافن درست میشه. یک کلا بازی سیمی به اسم کلا سیمیات میگن. خب این به مخصوص برای لونگیه. لونگی خود از اینو خوب پیش داده میشه، نگاه میداره وقتی که با خیلی لونگی را سر برداره به هم نمیخوره لونگی. نگاه من یادم هست بعض از خانوم ها که میدیدم میدوختم از اینا باش می یکی سر خوب کنم. خب یکی دیگه برمیدارم که توضیح بدم. یادم هست که اینا یک سیمای بسیار ظریفی اینا استفاده میشد، با هم دیگر پیش داده میشد، بعد رو از اینا این مثل لاسه دیگه، مثل چیز مثل لایی واری که استفاده میشد، پلاستیکیه، این آلت میده، باز به رو از او که آلت میده این سیم زری و گلابتون بافته میشه. ببینید به زری و گلابتون بافته میشه. گلاباتون باتون. بله درست، گلاباتون. کجا شنیدم گلاباتون؟ داخل خواندنی بود یا شعری بود، یک چیزی بود شنیدم، یادم هست. خب اینا معمولا به نام کلاه سیمی یاد میشه. بله کلاه زری هم میگن، کلاه سیمی هم. شادامادام از اینا دیگه شاید مردم اطراف بابا به حساب سبک جوانای هسته که باز اینا رو بدون لونگی هم استفاده میکنن. بعضی خیلی کم، ولی بیشتر استعمال از استفاده از به لونگی. ما بازمی از ما که هست لونگی هم هسته. خب بدهیم لونگی ها، ایشته لونگی ها داریم شما، باش که من سعی کنم لونگی هم ببینیم. اینا هم کلاه های اصطلاح عامیانه اگر استفاده بکنم بیشتر اینا کلاه های قنداری هست، یعنی با نوع سبک قنداری اینا یاد میشه، درسته؟ بلد. نام شما چی بود؟ شفیع الله. شفیع الله، به به، بسیار خوب. اینا دیگه کار پاکستانه دیگه. این لونگی کار پاکستانه، ولی چون امیل لونگی در اصل امیل اندازه باز کنیم سیه، بیشتر از این باز نکنیم که شما اذیت نشین. خیلی خوب، حالا باش که شما ایر بگیرین دست. خوب چی گفتین شفیع الله جان؟ نام لونگی ابریشومی یاد میشه. این لونگی ابریشومه، باز امی لونگی ابریشون که هسته، باز به حال امی استفاده از این دیگه لونگی هسته که از این بیتر دیگه نیه، بفهمیدین؟ به حساب ابریشم از در کل امی مواد ابریشم خود یک از هم قدیم یک مواد خوبی بوده، یعنی جنس استفاده هم خوبه. ایسته به طور مثال به شما بگم که دیگه بالاتر نیه از این، بفهمیدین؟ یعنی جنس اعلی. جنس اعلی که میگم به حساب لونگی امی ابریشم، کسی که به خارج از کشور ها یک کسی به کسی تحفه میده، بیشتر حال تحفه میبرن، بفهمیدین؟ چیز خوب که میای میبره میگه من لونگی ابریشمی مایم. باز این امی لونگی ابریشمیه که تو چند قیمت داره؟ قیمت ازی به 4500. 4500 افغانی. یادم هست که لونگی های ابریشمی یا نام اصطلاح دیگی هم که یاد میشه اسپیشال میگن. اسپیشال درسته؟ مندیل. مندیل اسپیشال که اینا یاد میشه اسپیشال که پاکستان، چون به پاکستان که هست اسپیشال میگن، بفهمیدین؟ ولی باز ما مردم افغانستان که هست لونگی میگیم. لونگی میگیم درسته. بعد اینا معمولا خب جوان ها استفاده میکردن دیگه، آدم هایی که همیشه وقت دوستشن خوشتیب بگردن. بله بله، کفش سلیپر بود، واسکت بالاخره ساخت هیراتی بود، بعد مندیل ابریشمی بود، خدمت عرض کنم دیگه کلاه زری بود، از این کلاهی که من پیشتر برای شما نشان دادم، از اینا استایل برابر میشد و بعد دیگه خود آها ای پتو، اینا پتوهای نخیه دیگه. ای پتو کرک هم هسته، پتو پشمی هم هسته. پشمیونه؟ بله هم پش، فعلا بالاترین پتو که هسته این پتو ها کرکه. شفیع الله جان بیایم اینجا، اینجا بیایم
می پتوار دیدم که شما پیشتر توضیح دادیم. خب یک چیز می خواهم شما پرسان بکنم. اینجا بسیم؟ اینجا بسیم؟ خیلی دکان قشنگی داریم نام خدا. خیلی دکان قشنگی داریم. دوستان مزایم از اینا نشیم لطفاً. خیلی ببخشید معذرت میخوام. شفیولا جان حالا این روزها مندیل میخرن، کلا بیشتر میخرن، دستمال میخرن، چی میخرن؟ اسم شریف شما را اسم من قدرت الله. قدرت الله جان به شرایط فعلی حاله که هست باز ما اینجی سر چرسویه. خب قدیمی ترین شهر هرات همین نقطه، یعنی پرجومش ترین شهر هرات همین چرسویه، شهر کنه که میگن شهر سابقه میگن. به حساب بازار که بگه ما و شما خواه همه به جریان هستیم که کاروبار هرات از اغذر خوب بازم شکر ما که هست از ما عمده، ما خود مردم اطراف خیلی سرکار داریم. باز همین حساب لونگی که هست سبک شهر بازی تیمچه که هست این قدیمیه، تمام مردم اطراف که هست از این قدیم که زمانی که این موترا و این ماشینا نبوده و خودی همو خر و اسب اینا که بوده می آمده بار چیزی دشته از اطراف هرچی که بالاخره به اطراف بوده می آمده به می بازار می آمده. حالی هم همیتنه ما مردم بازمی چرسو که هست شکر الحمدلله رزیم از الله پاک بینیاز، چیزی که هم صبح خداوند پاک همو نصیب ما کرده باشه همو روز که از خونه بیره میشین تا باشم همو الله پاک میرسونه برای ما باشم. اینا شفیولا جان اینا ساخت هراته؟ این هم ساخت هراته بله. این سنده از این ساخت هراته، چین از این ای که هست تکه صاف باز خانوما ایر میدبارم ایر چین میدم ایر باز به یک سبک ای سنگ داره ای روار میکنم ای دو امیت خط به خط از ای چین داده میشه او زده میشه و اوتو میشه و او زده میشه تو اوتو میشه که تا ای به می حالت خو ای میمانه ای ای آل جنس ای برغه علای ای آی کرب ناز ای کرب ناز کرب ناز میگم همین تکی از ای کرب ناز میگم باز همین سند از ای که هست میشینی ای از ای با سند این همون کلا که به دست بافته میشد باز همی سند از این باز می بافم دستی هم هسته و فهمیدیم سند دسته که یعنی کار دسته همی کار دست باز به حساب چادر باز قیمت های اینا با بالاتر ظرافت خاصی داره و همه چیزی و کیفیت. تشکر شفیولا جان، لطف کردین، ممنون شما. انشالله که کاروبار شما همچنان رونق داشته. الهی آمین، زنده باشین، بخیر باشین، خدا نگهدار شما، بخیر باشین. تشکر. این کلا هم هنوز هست، اینا هم هنوز هست. آها خیلی خوب دوستان عزیز، تیم چه جای قشنگی هست، جای بسیار زیبایی هست. من پیشتر هم اشاره کردم که به مو سبک قدیم باقی مانده، دکان ها همو قسم هست، بعدی که نوع جنس هایی که به فروش میرسه او قسمت هم دکان قشنگی میبینم. زرابی عزیز دکان قشنگی هست، جنس های زیبایی داره. من میبینم چادرهایی که معمولا در اطراف من به سر بعد از دختر خانم ها کوچولو اینا میبینم همین قسم هست. خیلی خوب دیگه معمولا صبح هست، بعضی از دوستا دارن آمادگی میگیرن که جنس آخر بیرون کنن، درسته؟ خسته نباشید، من خواهش میکنم. خوب هستم، بخیر هستم. چی احوال دارین؟ کو بیام اینجا، شما بیام اینجا. اینا از اینا روسری یا قدیفه جور میکنن؟ بله ها، چهار دونه از اینا یک روسری تیار میکنن. چهار دونه؟ بله ها. خب اینا جنس از اینا چیه؟ جنس از اینا چینیه. اینا چهار تا از اینجا یک چادر داشت مثلا، دو تا از اینجا قیچه میشه، دو تا دیگه هم با پهلوی من ندم میدوزن. آها، بعد چه قشری بیشتر از اینا میبرن؟ مردم شهر بیشتر میبرن، اطراف بیشتر میبرن؟ اینا در اصل مردم اطراف میپوشن، مثل سمت چخچران، بایغیس، قلنه و مایم دیگه ولایت های. بله ها. بله ها. ای جنس فیلن اعلی اینه، جنس مثلا میانی اینه، چطوری؟ این جنس میانه نه، جنس علای باز یکیه. نشانه بدیم بره ما. اما رنگای قشنگی داره اینا، ساخته که بره از اینا. آها این جنس علای اینا، سبکایی که شده اینجا بیزمت بیان که من صدا شما رو داشته باشم. نام مبارک شما چی بود؟ اسم همه همایون جان. همایون جان، به به جان، همایون جان. این جنس علای اینه دیگه. اینا متر چنده هست؟ اینا متر مترونه که نیه، گل گل دیگه، دونه ایه اشته مثلا، یعنی یک گله. بله چند؟ دونه 80 روپیه. تنها روسری قدیفه میفروشه دیگه، چیزی هم هست؟ نه تنها روسری میفروشه.
دیگه کارمانیه. بسیار خوب، خسته نباشین، به کار میکنین. تشکر، بخیر باشین، بشین چای بخور. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. خیلی خوب، مشاهده میکنیم دیگه. به هر حال این پایینم بوجی میفروشم، اینا به حساب سوری میگن، بوجی میگن، پلاستیکی هست، جوال هست، دیگه نخی هست، هر مدلی هست، پلاستیک هم هست که میفروشن. تیمچه از گذشته همه چیز در خود جای داده بوده، یعنی فراهم میکرده برای کسی که از بیرون بیاد به داخل خواست باشه خرید بکنه، همه چیز در اینجا فراهمه. چه حالا جای نماز خواسته باشه، چه روسری خواسته باشه، چه کلا خواسته باشه، یا بالاخره پتو اگر خواسته باشه، کرسی ها همچنان هسته، به هر دکانه برای نام خدا کرسی هسته. خسته نباشیم، هم درس میخوانن، هم این که بالاخره پا کرسی ها نشستین و هوای سرد. اتفاقا این تیمچه هوای سرد داره، هوای بسیار سرده، جایش سرد داره. قندون هم قندون قدیمیه دیگه. ای برنج چیه؟ نه برنج نیه، ای نمیفهم، فلزات هست رو نمیفهم که چیه. تای دشلم هم داره، بسی کنم که چی، هم دشلمی زرده، هم دشلمی سفید. اجازه هست میگه که بخورو؟ خب این دشلمه ها مشاهده کنیم. خب حدیثم چی حال داره؟ الحمدلله لطف سون پروردگار الهی شکر. چقدر وقت میشه به این تیمچه ایم شما؟ امکان داده تیمچه از ما 30 سال بشه. 30 سال؟ از 30 سال به بالایه. نام از این تیمچه هست غلام صدیق زیارت جایی، اما در اصل این چه نامی داشته این تیمچه از گذشته؟ گذشته ها به نام غلام صدیق زیارت جایی میگفتن. تیمچه لافت و چپن و دستمال، همه چیزا مسابقه همیشه لافت و چپن. درست. بعد شما از سابقه دارترین دکاندارای ما؟ بله، سابقه مسیا، سابقه زیادی داریم. اما از سابقه دارترین هم هستیم، اما دکان شما خیلی خورده. بله، دکان ما خود الله متعال به مو اندازه قدرت و توانایی سیدون حمید به مو داده، شکر خدا را به همین شکر. سرسوبم هست، مزایم چای خوردن شما هم شدم. این کلاه ساخت کجا؟ پاکستانی هست، چی داریم مو پاکستانی و ایرانی دیگه جا نمی باشه، یا پاکستانی یا ایرانه. امی تیمچر اشته یاد میدین؟ امی رقم بوده یا فرق کرده؟ چه سابق این شکلش پل پوش بود، پلش مکمل پل بود. بعد یک دم به زمان حفیظ الامین این تیمچه در گرفت، این تیمچه که در گرفت تمام چوب و چخت هم میگی از بین رفت تا باشم. من دیگه باز همیتونه سال سر وایم تا بطرقم بسر رو بیرقم. چند تا تیمچه سابق بود و می چارسو که شما از گذشته اینجا سابق دارم هست؟ همین چند تیمچه که سابق بود حالا هم هسته، هیچ فرق نمی کنه. 24 تیمچه هست و داخل هم یکی و داخل یکی دیگه. ولی ها این لنگی شما ابریشم یا ساده؟ نه ساده دیه. کوزگر دیگه به کوزه شکسته بود؟ شکسته بود میخونه همیتنه. بسیار خوب، زنده باشین، انشالله که راحت باشین. سرقندونه او یا سرچاینک؟ نه این سرقندونه. سرقندونه. چند سال همیز قندونه میشه داره؟ یاریم شلو از 30 سال با بالا میشه که داره. از 30 سال؟ از 30 سال. چند سال زنده شما رئیسه؟ 55 ساله. بیشتر نیم؟ نه 55. خب سیار خوب، تشکر، انشالله که موفق باشین. قندونه قشنگ داره، بخیر باشین. شما خوب باشین، زنده باشین، موفق باشین. شما امید. بعد اینجا 4 تیمچه. سلام علیکم، منده نباشه، سلامت باشه.
چهار تا تیمچه اینجا. تیمچه هست واسکت و کلا و اینا بود که ما اونجا دیدیم. فازی تیمچه جای نماز هست، پتو هست، جای نمازهای ماشینی هست، هر نوع چیزی هست اینجا. سلام علیکم، همگی خسته نباشیم. عیسی سلام علیکم، خوب هستیم؟ اجازه هست می پیش ما بشینم؟ خیلی خوب. البته خنک میخوریم عیسی. آه اصلا تیمچه ما خیلی خنک است. خنک بیرو گرانتره. این تیمچه در گذشته ساخت از این فرق میکرده پوشش از این، من میبینم این جدیده. این اما تپر جدید تیار کردن، اینا دگر پولون بیدر همیتر خراب شد دگر. چند سال میشه به این تیمچه ایسه؟ 30 سال 40 سال. 40 سال میشه؟ آه عمر خون ما همیجی تیر کرد. همین تیمچه؟ آه با عمر ما هفته نمیبینیم. شما دگه همیشه وقت سایر میبینیم. آه دگه اما تویستون دگه فکر میکنم دگه جای خوب باشه. تویستون باز یخچاله. خوب؟ آه خوب جایه. چی میفروشیم عیسی؟ همی عرقچینی کلوهای زید. عرقچین؟ آه عرقچین. عرقچین من معلومات نمیدونم، هرچند معلومات نزد من هست، اما میخواییم عیسی بر شما معلومات بدم. عیسی بیا اگر عرقچینی بر نشان بدیم برای من. من اینا هم عرقچینه دیگه. کی میگن عرقچین؟ خب؟ باز اینا زنانه. اینا زنانه؟ آه دیگه. اما نوع مختلفیه دیگه. ها این کلا باز قدیمیه، کلا قرص قدیمی که میگم همینه. اینا مرتکا میپوشم، اینا زنکا. عیسی من دوست دارم از زبان شما بیشتر بشنوم که چرا میگفتن عرقچین، چرا تا حال میگن؟ البته مثل شما بزرگایی که از گذشته با این نام بیشتر آشنایان نام میگیرن، معمولا مردم میگن کلا. آه آله کلا میگن. چرا عرقچین میگفتن؟ دیگه همین عرقچینه دیگه. اینا بعضی میخریدن برای نماز به کسی خو میکنه، وقت نماز به سر خو میکنه. از مهره اینا درسته؟ مهره دوزی شده. بیموره هم هسته. بیموره. بعدی که اما میبینو کلا خشنگیه واقعا، واسکت هم میبینم، همه چیز هست. باز همه کلا پیشوا آمده که جلوی وایه اونا رو کلا میگن. درسته. این تیمچه تا او تیمچه که بغل بغله، من پیشتر اونجا رفتم گزارش داشتم، فرق میکنه؟ آه او تیمچه خیلی سویده مولا دارن. این دروازه از این از مقابل حوزه یه درسته؟ آه یک دروازه هم از این چیه، از این قسمت که رو طرف دروازه عراق میره، بازار عراق میره. ها بعد چه کسایی، چه شخصیت های به داخل از این تیمچه دوکان داشتن، آدم های مشهور که حال نیستن؟ ها بودن با مردن دیگه. رفقا شما، دوستا شما اینا بود؟ ها همه وش بودن، هم بعضی به ایران رفتن، بعضی با مردن. چند سال سن شما رئیسه؟ 70 سال. 70 سال. آه ای پتو شما کرکه ای؟ نه یاد این معمولی های معمولی های همه میدون که کرسی دارم، شما ندارم. نه ما یه سویدوهای نداریم، مقصد مز میان که سعد ما تیشی. اما نام خدا لبخند بر لبان شما نه، خدا را شو. آه شکر، خدا را شو. تشکر ای صاحب، انشالله که سودا و کار و معامله هم خوب بشه انشالله. پناه با خدا ده انشالله. حرفی هست شما بشون؟ سلامتی شما. تشکر و خیر باشه. تشکر. دوکان هایی که در تیمچه هایی که در چهارسو هست معمولا خورده، یعنی همگی همین اندازیه، مثل دوکان هایی که رخ جاده هست یا بازار هست که بزرگ باشه نیسته، مگر اینکه باز یک توانایی و بیشتر باشه. آه. یا نوع تجارتی و گسترده تر باشه، بگیره چند دوکان رو به داخل هم بزنه و بعد استفاده بکنن. خیلی خوب.
تیمچه به نام تیمچه حاجی حاجی غلام صدیق زیارت جایی هست. این تیمچه از گذشته این پل پوش بوده چوب، اما متاسفانه فرو ریخته و بیشتر قسمت ها از این تخریب شده. تاقنماهایی که شما مشاهده میکنین به سبک قدیمی هست، اگر تانستم بالا میشون بالا و اگر نشد که هیچ. اما از این قسمت ها اگر شما دروازه ورودی خود تیمچر ببینیم، هنوز به مو سبک قدیمی و معماری قدیمی پابرجا هست، هرچند شکست کرده. یعنی بالاخره میبینیم که درس ها و شکست های نمایان هست دیگه. اینکه چقدر دیگه عمر بکنه نمیفهمیم. دکان های هم هست که هنوز به مو سبک قدیمی دروازه اینا باقی مانده. این دروازه های قدیمی دو پله ای قدیمی چوبی هست که در گذشته در حقیقت دروازه های دکان های تیمچه اینها بوده، از چوب مثلا خار بوده، از چوب توت بوده یا از چوب بالاخره بید بوده، اینا ساخته می شده. جای بسیار قشنگی هست، اما متاسفانه می بینیم که خود سقف خود تیمچه بیشتر قسمت های فرو ریخته. اینجا هم یک دروازه قدیمی می بینم که هنوز هسته، چوبه، از چوبه، چهار پله ایه، هنوز هست. حتی مو شماره دکان هم زده از گذشته که بوده، نایی سوم. این منطقه به نام نایی سوم یاد میشه. خب باش که می قسمت بیام پیش شما. سلام علیکم، خسته نباشید. حال شما زنده باشید. اشته دکان قشنگی داره نام خودم. والا دیگه خوبه دیگه. این دکان ها خود تیمچه است، دکان های سابقه به خاطر مشکلاتی که شما دیدین بیاموده، ما یک دستکاری کردیم کمی تغییرات بیاوردیم. دیگه تیمچه بسیار تیمچه قدیمیه. چند بار ما با عبودات هم مراجعه کردیم به خاطر تخریب، از این گفتیم که یک کمک و همکاری از طرف از اینا صورت بگیره. متاسفانه کسی همکاری نکرد. شما میبینین سخت فرو پشیده. این تیمچه سرپوش بوده، تیمچه قدامت بسیار تاریخی داره، سرپوش بوده با همو فصل باران زمستان که باران آماده و کسی از او حفاظت نکرده تخریب شده. ما هم به مو سلسله یک دستکاری کردیم، به سبک جدیدتر هم دکان رو درست کردیم. بسیار خوب، چقدر قشنگ معلومات دادیم. اینجا خود شما بشینیم که ما تصویری از پشت سر هم داشته باشیم که طوری که خود تقاضا چیدمان شده. نام مبارک شما؟ عبدالرؤوف یارزاده است. آقای یارزاده عزیز، این جنس ها شما دستی هست یا خیر ماشینیه؟ نه، جنس های ماشینیه، جنس ترکیه که ما اینا رو از ترکیه میاریم. جنس ترکیه ماشینیه. درسته. بعدی که چی چیزهای میفروشیم؟ در دکان که از جاینماز قلینی ترکیه، دیگه همی توشکایی که فعلا نو مد شده، نلینچای قلینیه، دیگه جنس های روی فرش که مندازم روی فرشیه، همین جنس های مختلف. بسیار خوب. آقا یارزاده گفتین از تیمچه میگفتین. این تیمچه تا فعلا که به میبینم و قسمت ها تخریب شده، بعد این خطر نداره واقعا به این قسمت های شما موقعی فرو بریزه پایین بیایه؟ برادر دیگه خطر خود 100% است. بخاطر همو باید یک کسی که مسئولیت همه عبادات تاریخی، خود شما میفهمید تیمچه به نام محمد امین اخوانه، تیمچه بسیار قدیمی که در زمان قدیم ما خود ما پدری همینجا دکان داریم و بیرون هم دکان داریم که بست همی تیمچه میشه به داخل مارکت هم. اگر کسی باشه که بخاطر حفاظت از این، بخاطر از این که همی عبادات ما و شما از بین نره، یک سعی و کوشش و تلاش بکنه خیلی خوبه دیگه. بخاطر همون خطرات داره. شما اگر بالا بریم از بالا ایر نگاه کنیم، شاید دیت احساس کنیم که باید یک دکان اینجا باز نباشه، چون خطره. از بالا سقف فرو ریخته، وقت زمستان که باران میایه آب به داخل تیمچه سرازیر میشه، همه مردم اذیتن. گفتین که این تیمچه به نام محمد امین اخوان، تیمچه اخوان. خب او تیمچه بعدی که ما رفتین پیشه او که است، باز نسبه به جمع کربسیه، نسبه به جمع ازدیه. اینا که تیمچه ازدنی میگم و کربسی میگم، یکی از باز تیمچه اخوانه.
خیلی خوب، من بیشتر اشاره داشتم بر تیمچه حاجی غلام صدیق زیارت جایی. در حقیقت در اصل این بنام آزادانی بوده تیمچه که من پیشتر گزارش دادم و انانس دادم، اما بعدا باز واگذار شده به حاجی غلام صدیق زیارت جایی و تقریبا یا 30 سال یا 40 سال قبل. اما این تیمچه سراچه های مختلفی داره، یعنی اونجا سیمساری بود و بالاخره کلا و مندیل و اینها، باز فکر کنم 4 تا دیگه. بله بله 4. بله بله 4. اول واسکت بود و سیمساری بود و باز این فروشی، باز اینجا هم سیمساری. بسیار خوب، تشکر از شما آقای یارزادی عزیز. تشکر از شما، بخیر باشه. من از دروازه آمدم که این قسمت میره طرف دروازه عراق و این قسمت هم خود چهارسو هست، این دروازه تیمچه هست. اما دروازه اصلی تیمچه روی پشت بام که میره اینجا هست، این دروازه اصلی هست. ببینم سعی کنم که خیلی خوب، اینجا دروازه اصلی تیمچه هست اما پشت بام هست. نمیخوایم خیلی وارد قسمت بالایی تیمچه بشه به خاطر از اینکه خطر داره، متاسفانه میشه لنبش بکنه. اما اگه از این قسمت زرابی عزیز داشته باشیم تصویر، فکر میکنم نمای بهتره بتانیم که ما داشته باشین. این قسمت بالایی خود ساختمان تیمچه هست، ما پیشتر به اون قسمت بودیم اما حالا از اینجا بهتر میتونیم مشاهده کنیم پل هایی که هست. دیگه چیزی نمانده دیگه، همه شاید هم مثلا یک باران معمولی دیگه باشه و یا بالاخره آب و هوای هرات اگر تغییر بکنه متاسفانه اینا فرو بریزه. دوستان عزیز، تیمچه هست، ما فعلا پشت بام هستین. البته قسمتی که من ایستاد هستم پشت از این بام، این تازه ساخته شده، بازسازی شده، قسمت بازسازی شده یه تیمچه هست. اما در حقیقت بقیه تیمچه این هست. ما از پایین هم تصویر داشتیم که برای شما نشان دادیم. این پل‌های خیلی قوی که می‌بینیم شما، این پل‌ها از گذشته بوده اما متأسفانه حالا دیگر تاب و توان این همه بار روی خود نداره و متاسفانه در معرض خطر هست. تیمچه دیگه اصلا چیزی از او باقی نمانده. اون دیوارهای قسمت بالایی رو ببینیم، قسمت بالایی، بله اینها خب گادر هست، آهن هست، اما قسمت بالاتری و اینها پلهایی هست که روی تاقها نمایان هست. متاسفانه اونها هم وضعیت خوبی نداره. این یعنی قسمت بالایی تیمچه هست. از شما از قسمت چهارسو که ببینیم، یعنی موقعی که به کنار حوض چهارسو استاد میشین یا حوض استاد میشین، این فضای یا این نمای ساختمان که میبینیم همی هست. تیمچه جای مختلفی داره و هر قسمتی اگر برین نوع جنس به فروش میرسه، اسکمپل و نمیفهمم بالاخره پتو و لونگی و امثال اینها. اما میبینم که چی میگن، قسمت های مختلفی، یعنی هر جا هست. باش ببینید زیرزمینی چی داره. این زیرزمینی هست، زیرزمینی تیمچه، یعنی جای گوشی هست اما جالب به نظر میرسه. خیلی خوب، اما اینجا قالین هم هست، بوجی هم هست یا پلاستیک هم سال اینها. مطمئنم که جای
دیدنی هسته. خیلی خوب باشه، من اول اجازه بگیرم. سلام علیکم. خوبین؟ سلامتین؟ حال شما خوبه؟ اجازه هسته؟ سلام علیکم. به به، نام خدا چه جای قشنگی این زیرزمینی تیمچه و بالاخره ایت جای قشنگی بوی سپنجه. سپنجه ها صبح دیگه همینجا سپنجه ها میایم و سپنج بدود میکنم و بالاخره که نظر نشین. نظر واقعا هم جای قشنگیه که نظر نشین. نام مبارک شما؟ حسن. حسن آقا جان بسیار خوب. اینها دیگه میبینم مشخصه دیگه، دستیه دیگه. بله، اینجا همه غلین دستیه، گلیم و غلین و غلینچه و همه کار صنایع خود افغانستانه. هرات، فراه، نیمروز، قندار، بالاخره ولایت‌های خود ما و شما که هستن. بسیار خوب. میشه یک گلیمی برای نشان بدیم؟ یک گلیمی برای شما نشان بدم. شاید دیده باشه، میگن داخل فلان خانه گلیم تنک کرده بود، یا گذشته میگن خانه فلانی فقط یک گلیمی بود دیگه، چیزی نبود. گلیم که میگن این هست. یک کمی بالاتر به دست بگیرین این قسمت، بیایم از این که این قسمت پایه، درسته؟ این قسمت، آها، این میگن گلیم، درسته؟ بله، این گلیم، گلیم بلوچیه. این کلان نقشه با بلوچه. باز گلیم میمنه هم گلیم داره، هرات هم گلیم داره، قلنه هم گلیم داره، همه ولایت‌ها ما گلیم داره. ما از هم داریم دیگه، میمنه هم داریم، بلوچه هم داریم، ملکی هم داریم، قندوسی هم داریم، همه داریم. دستی چه چیزهایی هستن آقا جان دارین؟ دستی دیگه ما به همی حساب غلین باب از همی جانماز و غلین و غلینچه و گلیم و بالاخره بهو، سرپردگی، خورجین، سفره، جوال زیاده دیگه، نمکدان، چانته، اینا همه چیز در حساب غلین همه چیز در داره میشه. همه چیز هست. تو حتی نام خودم اینم تابلوهای هم تزیین شده از نخ دیگه، بافتنیه دیگه. تابلو هم داریم، تابلو دستی داریم، هم خورد به حساب چوکات که باشن مثلا از تابلو و هم کلون دو متره، یک متره، دو متره، سه متره، درسته. اصلا آقا تیمچه چهارسو خب به نام هست، من پیشتر قسمت های مختلف فیر چهارسو به تصویر کشاندم و همچنان با دوستا صحبت کردم، اما زیرزمینی نمیفهمم واقعا ایت جای قشنگی داره دیگه تیمچه. آن طوری که از تیمچه نامی و پیدا هست و از بیرون هم نمای بسیار قشنگی داره و گهگاه توریست ها خارجی ها میاین اینجا، از گذشته تا به حال با اونا سرکار دارین با خارجی ها؟ ما تقریبا 30 سال میشه که اینجا دیگه. بعد از اون دوری اول از مهاجرت که آمدیم همین جا آمدیم. اولین تیمچه که به چهارسو جور شد همین تیمچه بود. اولی تیمچه به اسم آزادانی بود. باز بعد از او اینا شریکای بودم به این هم دیگر بردار بگذار کردم به میستالای خود ما و شما. ای باز به جمع غلام صدق زیاره جای شد که فعلا اون مارکت و تیمچه اینا به اسم زیارت جای یاد میشن. بسیار خوب. پس خارجی هم گفته میاین؟ بله، فعلا خو کم، بازم با می هفته یک چند تا خارجی آمده، از بعد از اینکه رد شده چند تا بی آمدن توریستا. مونتا پیش از او به داری اول کرزای خو زیاد، چون میدونا هم داشتیم اینجا، باز اونا به بازار هم می آمدن دیگه. قرار هم کم شده، کم شده رفته تا فعلا. بسیار خوب. پس همه هر چیزی هست اینجا موجوده، یعنی دستی دیگه هر نوع جنس هست. بیشتر این تولید هرات اینا؟ هرات هست، ما از همه ولایت ها داریم، از همه ولایت ها داریم، از فرا داریم، بیشتر از میوز قرب مانه، از می شش ولایت مثلا نیمروز و فرا و بادقیس و قلنه و هرات و اینا المان ایف بیشتر به هرات که هسته همی ماله. باز از اطراف هم دیگه اینجا منبع تجارتی هم میایه، مال کابل میایه، قندوز میایه دیگه، مال ایران هست، هند هست، کشمیر هست، پاکستان هست، ترکیه هست، هر مال اینجا هست. اونتا بیشتر به وزی غرب همی مال خود وزی غرب. بسیار خوب. اونا هم دستی قالینه دیگه برای بافتن که هست؟ اونا دستوکای قالینه، دستوکای قالین بافی. ما دستکای رم داریم، دستوکی رم داریم، غیچی رم داریم، همه چیزی داریم. خب بالاخره فعلا صنایع دستی که ما کمی تا ضعیف شده کار به او صورت نیه. کشتی شما غرق شده اونجا فعلا؟ ولی تمام کشتی ها غرق. تصویری داشته باشین زرابی عزیز، اون چتکه قدیمی هم هست دیگه. کم چتکه قدیمی ها از ما هم، از ما در کل هم میگی که هست مالای قدیمیه دیگه. بیشتر یعنی با مو سبک قدیمی، سبک قدیمی ها. بسیار تشکر. خیلی بینیم اصلا آقا جان. شما زنده باشیم، قربان شما.
بیننده‌های عزیز سپاسگزاریم از اینکه تا اکنون بیننده برنامه گزارشگر بودین و امروز ما آمده منطقه شهر قدیم و بخصوص تیمچه غلام صدیق زیارتجایی که در گذشته معروف و مشهور بود به نام تیمچه آزادانی. در این تیمچه دیدین که سراچه های مختلفی داشت یا بخش های مختلفی داشت که ما همگیر به تصویر کشاندین و با دوستا هم صحبت شدین و با بزرگا هم صحبت شدین، کسانی که در اینجا سابقه داشتن و از وضعیت تیمچه هم برای شما گزارش داشتین و همچنان تصاویری داشتین که شما دیدین. متاسفانه وضعیت ساختمان یک قسمتی از تیمچه خوب نیست و امیدواریم که آبیداد تاریخی توجه در این قسمت داشته باشه. و اما گزارشگر میپردازه به موضوعات مختلفه، هم اجتماعی، فرهنگی و همچنان نوع زندگی مردم، بالاخره فرهنگ، عنعنات و صنایعی که در حال حاضر در هرات و تولیدات داره. امیدواریم گزارشگر امروز هم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. قدرت الله حمیدی را از دعای ختم فراموش نکنین. خدا نگهدار شما.